و هر چیزی که تا الان خوندم نادر جان بهترین هم مال ژاکلین عزیزه. همه هنرمندا سهمی دارن و خیلی زحمت. اگر آهنگسازا تنظیم کننده ها شاعرا نباشن خواننده هم نیست. من همیشه فکر میکنم که لازم و ملزوم هم دیگه هستن و اگر که اینها نباشن، اگر آهنگسازا شاعرا تنظیم کنندگان نباشن، فکر میکنم خواننده نمیتونه کارش رو انجام بده به تنهایی. و خود فیلم بردارا و تلویزیون ها هم بسیاری دارن. باید تشکر کنم از محمد عزیزم برای کیکی دارم میگم، به خاطر اینکه محمد همیشه روی استایل من و زحمت کشیده. زاره عزیزم یکی از کسانی که عاشقشم، همیشه روی مو میکاپ با محمد عزیز همیشه یار و یاور من بودن. زاره جا از اینجا میبوسم هر جا که هستی. و بدری که اصلا دیگه قربونت برم. بدری فرق نمی کنه باشه نباشه جایی با من، همیشه اینجای منه و مثل خودت. نه و وقتی به من زنگ میزنه میگه شوهرت چطوری، میگم خوبم، میگه نه ساند صدات خوب نیست. مگه صدای من ساند داره؟ میگه وقتی که تو صدات گرفتگی رو داره، وقتی برجور میگیره یعنی خیلی حالت خرابه. نه واقعا همیشه به همه میگم بچه های خزت دلخورن که مثلا نیستی جواب نمیدی، میگن جواب نمیگم شوره چه باشه لس آنجلس، چه نباشه، چه تو خونمون باشه، چه نباشه، همیشه شمتر. عزیز دله، همیشه این ته قلبه و واقعا برام عزیزه. از بس خودت خوبی. قربونت برم الهی، من همیشه تو رو مثل یه خواهر کوچولو بیش از اندازه دوست دارم. و این ممنونم که منو بغل کسایی نشوندی امشب که عاشقشون صمیمانه. یعنی فکر میکنم که بهترین کاری که ممکن بود امشب برای من کادوی عید منو داد. مرسی شوهر جون که انقدر نادر جان. خدمت شما عرض بکنم که ببخشید که میکروفون انداختم. خانم شوهره یا بهتر بگم شوهره عزیز همیشه یه دوست بوده واقعا و یکی از شخصیت هایی است که در دوستیش هیچ وقت تملق نداشته، هیچ وقت چاپلوسی نبوده، هیچ وقت دورویی نبوده، همیشه خودش بوده و اگر واقعا دست دوستی داده تا اونجایی که قدرت داشته، تا اونجایی که میتونسته کاری انجام بده برای رفاقتش انجام داده. بله. و دوستی شهره به نظر من دوستی مقدسیه. اینو بدون تعارف دارم میگم، برای اینکه وقتی کسی عهد و پیمان رفاقت خودش رو نشونه خیلی کار کرده و شهره بهش نشکنده رو انقدر به من کردیت میده توی زندگی، توی دوستی و رفاقت. یکی من هم، یکی پرویز پرگاری که دوست عزیزم که همیشه زاره صحنه است، ولی تمام زحمات زندگی من یعنی هنریم به دوش پرویز پرگاری و دوست بسیار خوبم گیتا نازنین. همیشه ما رو واسطه میکنم، مثلا از اون مر دنیا یکم میدن تو رو خدا به شهره بگو، میگم بابا من چون زیاد ازش چیزی نمیخوام اجازه رو دارم که هر وقت دلم میخواد زنگ بزنم. من اگه زیاد بگم شاید جواب منو نه به خدای شما زنگ بزنم. گیتا تنها کسی که میگه بدری جون، ژاکلین جون، من باید با پرویز اینا زنگ بزنم. میگم بقیه چی؟ میگه نوشتم اونجا دیگه. بنابراین از شهره جون همه حرفا رو زدین، ولی من دلم خواهد چیزی بگم. شهره یعنی دنیای معرفت، شهره یعنی دنیای درستی و راستی، شهره یعنی پاک مثل یه آب زلال در برابر مردمش. و همیشه واقعا شهره به خاطر مردم اون چه که باید انجام بده انجام داده. و شاید در زندگیش انقدر گذشت ها کرد. اینا رو میگم چون دوست 30 سالش هستم و خیلی باهاش نزدیکم و منری که شهره داره در عالم هنری ما شاید اصلا نظر بدارم. خیلی ممنون ژاکلین. شما ترانه های من 30 ساله با شوره کار میکنم. چند ساله همونگر میشه ترانه های دیمه دیگه شوره نگو بابا زنا رفت 35 ساله ترانه های بسیاری برای شهره درست کرد. آهنگ ها و ترانه ترانه و آهنگ ها بسیار. بدون تعارف شهره رو چه دیدی؟
چه جوری تونستی ارتباط شوره خیلی برای من استثنائیه منهای اصلا دونه هنری این البته من همینجا گفتم همیشه میگم در برنامه های تلویزیون شخصی خودم در برنامه های تلویزیونی امید ایران که افتخار دارم جا هستم امروز خیلی لطف کردم اومدی آخر نقارونه دارم همیشه میگم که شوره نمیدونم انقدر دلچسبه و دلنشین که من شوره سلطی رو با هنرمندها این چنین مجزا دیدم که شوره شده شوره دردریان من شدم ژاکلین سلط یعنی شده واقعا یک نفر از اعضای خانواده من ببینید من برای زمانی که برای یک هنرمند آهنگ و شعر میسازم خیلی فرق میکنه تا زمانی که برای کسی میسازم که مثل که خانواده منه و این حسو دارم و نمیدونی چه آلرژی نشون میدم یعنی پرویز پرگاری بهتر سرکس میدونه که الان پشت صحنه باز ما رو داره تماشا میکنه من وقتی میرم استودیو و شوری جون اونجا با آهنگو داره اجرا میکنه من پشت اون شیشه که ایستادم لبخند میزنم و حالا صفحه کنید ساعت هاست جفتی خسته هستین و هنوز من لبخند به لب دارم شوری جان عزیزم اینو برای ژاکلین جون اینجوری میگی شوری جان اینجا رو برای ژاکلین جون اینجوری بخون شوری جان الهی که قربونت برم همش الهی که قربونت برم که بشه اون چیزی که من دلم میخواد مثلا من با هر کسی راحت نیستم در اصل یک بار من یک شعر تازه شروع کرده بودم برای امام رضا چون عاشق امام رضا شوری جان اومده بود روبروی من نشسته بود و صحبت از امام رضا شد من گفتم من رفتم مشهد شوری جان گفتم عید گفت نه الان میدونه اون موقع گفت نه گفتم رفتم اونجا بعد یه نفر کفشای منو بی خودی برداشت برد بیچک و جونه و من رفتم به امام رضا گفتم تو از من یک آدم استوار مستحکم بساز من به تو قول میدم که اگر شاعر بشم که دلم میخواد بشم برای تو بنویسم بعد آمدم شعر علی رو نوشتم و بعد احساس کردم که دینمو به امام رضا هنوز انجام ندادم و شوری جون گفت اگر امام رضا رو نوشتی تو رو قسمت میدم به امام رضا باید بدی من بخونم گفتم باشه و بعد از اینکه رفت من همون شب نشستم پشت کیبورد و امام رضا رو ساختم برای شوری جان و چقدر هم سر و صدا کرد بسیار من عاشق همه امامام هستم تمام ادیان و همه احترام میذارم ولی هر چی که از خداوند خواستم اول خدای خودم بعد هم امام رضا رو خیلی دوست آره. خدا رو شکر به هر حال ایشالله که امام رضا پشت و پناهتون باشه yes. اجازه بدید که پس از اینکه یک ترانه از شما پخش شد بریم با هم به پای سفره هفت سین و پای سفره هفت سین با هم گفتنی های زیادی داریم یک مسئله ای رو میگم ببخشید وسط بسنه این قسمت از برنامه اینکه شوری جون رو من شخصا گفتم چگونه هم باش اما در مورد خوندنش و طرز اجراش نگفتم به عنوان یک سازنده شوره خیلی استثناست یک گرفتگی خاصی توی صدا